سلام به شما دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدی. امروز قصد دارم برای شما توضیح بدم که چگونه با فنون بهاری بدنتون رو پاکسازی کنید. هر فصل زبان خودش رو داره، اگر با زمستان همراه نشوید سرما میخورید و اگر خوب به صدای تابستان گوش ندهید گرم و زده میشوید. بهار اما در میان فصول همون خانه تکانی و پاکیزه کردن بدن را از شما میخواهد. تنتان در این فصل نیاز به کمی توجه و پاکسازی دارد تا به شما سلامتی هدیه دهد. برای سالم و چابک بودن همگام با نو شدن و شکوفه زدن درختان نیاز به بدنی پاک و عاری از سموم دارید. بدنتان را دریابید. بیماری های بهاری را دریابید. در فصل بهار بیماری های پوستی و حساسیت های مختلف مانند آبریزش بینی، عدسه، کحیر و خارش بسیار بروز می کند. سرگیجه، پرخوابی و خوابالودگی، بیحالی و کسالت، اسهال و استفراغ هم از دیگر علائم پاییزی برای بسیاری از افراد است. با توجه به طب سنتی دلیل اصلی این همه مشکلات در بهار منبسط شدن سموم است که در زمستان خفته بودند. در فصل بهار مواد و اخلاط غذایی که در زمستان به دلیل سردی هوا منجمد بودند در بدن سیار می شوند و هر کدام بیماری خاصی را ایجاد می کنند. فصل بهار زمان مناسبی برای دفع مواد زائدی است که در بدن باقی مانده است. در طب سنتی هر فصل ویژگی های خاص و مزاج مخصوص به خودش را دارد. بهار از نظر مزاج گرم تر است. به همین دلیل غذاهای سنگین در این فصل مناسب نیستند. گوشت از جمله غذاهایی است که باید مصرفش کاهش یابد. بهتر است به جای گوشت از مواد غذایی با حجم زیاد که راحت هضم می‌شوند میل کنید. در بهار تا می‌توانید شکمتان را با سبزیجات و میوه‌ها پر کنید تا بدن بتواند فضولات را دفع یا بازیافت کند. نوشیدنی‌های بهاری. همانطور که باید به غذای خود توجه کنید، نوشیدنی ها نیز باید با توجه به مزاج فصول مصرف شوند. از نوشیدنی هایی که برای بهار مناسبند می توان به زنجبیل اشاره کرد. زنجبیل را دم کنید و به صورت چای بنوشید تا مواد هضم نشده که در بدنتان تلمبار شدن ذره ذره دفع شوند. شربت آب لیمو و شربت نارنج رو به بهاری اند. آب انار هم می توانند گزینه مناسب این فصل باشد. در گروه نوشیدنی های خنک آب هویج و آب هندوانه برای دفع سموم از کلیه ها بسیار مفید است و در گروه دمنوش های گرم نیز دم کرده بابونه می تواند به کمک کلیه ها بیاید و به دفع سمومش کمک کند. خوردن دمنوش هایی مانند رازیانه برای خانم ها و ارزنجوش برای آقایان بسیار توصیه می شود. آش بار کنید. بهتر است در وعده نهار از غذاهای حاوی حبوبات مانند جوانه ماش و جوانه عدس استفاده کنید. سبزیجات دیگر مانند یونجه، ریحان، کرفس، کاهو، اسفناج، بامیه و کلم میل کنید. این سبزیجات همه و همه در راستای دفع سموم کارسازند و به سلامت بدن شما کمک می‌کنند. این مواد فیبر بالایی دارند که حجم مدفوع را افزایش می‌دهند. مدفوع حجم زیاد درست مانند اسفنج عمل می‌کند که تمام سمومات را به خود جذب و از بدن خارج می‌کند. کافی است مدتی از این ترکیبات استفاده کنید تا از شر رخود و خستگی رهایی یابید و احساس سبکی کنید. ممنونم از این که ما رو همراهی کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما اونو لایک کنید و اگر ما رو تا حالا دنبال نکردید با زدن دکمه سابسکرایب از این به بعد ما رو دنبال کنید.